شرایط بد جوی همچنان مناطقی از قاره سبز را در بر گرفته و در برخی از کشورهای اروپایی خسارت‌هایی را به بار آورده است. یک کشتی باری اسپانیایی که دیروز با برخورد به موج‌شکنی در بایون فرانسه به دو نیم شده بود، امروز پنجشنبه نهایتاً سه تکه شد. این کشتی در لحظه حادثه هیچ محموله‌ای نداشت، اما مقامات فرانسوی نگران از نشت حدود 20 تن سوخت کشتی از تمامی 12 ملوان نجات یافته تحقیق به عمل می‌آورند. همزمان فرانسوی‌ها در بیش از 30 منطقه آماده رویارویی با طوفان دیگری می‌شوند. در اسلوونی برف و طوفان دکل‌ها را شکست و صدمه ناشی از یخبندان به یک سد این کشور 66 میلیون یورو خسارت به بار آورد. الینا براتوسک نخست وزیر اسلوونی نیز شخصا به مناطق آسیب دیده شتافت تا بگوید همه سعی خود را می کنند اما نمی توان با طبیعت جنگید. اما در اتریش، جایی که ساکنانش با برف و سرما بیگانه نیستند، بارش برف سنگین باعث قطع شدن جریان برق 1000 خانه شد. ارتش اتریش نیز با لرزه‌ها و کوران ایجاد شده توسط پره‌های هلیکوپترها سعی در فرو ریختن برف از سرشاخه‌های درختان کرد تا نشکنند و باعث خرابی و راهبندان نشوند.